حوزه پنجم امنیتی که این روزها شب روز آرامی ندارد، یک شنبه شب بار دیگر گواهی به قتل رسیدن یک دکاندار و زخمی ساختن یک پزشک اکادمی جنرال عبدالرازق بود. تو بدارم حوزه پنج توجه کنن یک کمه که چی حال است؟ عمر حوزه تبدیل شده از 3 تا 5 آمده اوجه نتانست ایجا مقررش کرده خواهی نه ایجا گندگی خود کرد یعنی بیادر ترور در چو کلون رئیس پینزم حوزه نست بسامه در خوشحال خانم که دیر نم نده یعنی حتی موش خود دشپی نسوره و تلایی. منابع به طلوع نیوز میگویند که ناامنی ها در این بخش کابل پس از آن اوج گرفته است که کوچه ابراهیم خیل عامر پیشین حوزه سوم امنیتی پایتخت که به دلیل غفلت وظیفوی برکنار شده بود به تازگی به حیث عامر حوزه پنجم گماشته شده است. بار دوم گماشتن اونها در واقعیت اشتباه آگاهانه هستند. در همین حال بامداد روز دوشنبه این موتر مربوط به وزارت مخابرات در حوزه ششم امنیتی آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت. مردم بسیار خساره وارد شد، دیگه همی تخریباتش زیاد بود. از سوی هم در یک انفجار دیگر بر یک موتر کرولا عصر امروز در جاده دارلمان از مربوطات نای ششم یک تن جان باخت و یک تن دیگر زخم برداشته است. قدر به سوتو آمدیم که همینقدر چی شدیم که باید کشور را ترک کنیم بریم. این کشور جای مسلمان، جای آدم ها نیست، جای بشر نیست. در یک رویداد دیگر در نزدیک حوزه 11 در خیرخانه موتر ابراهیم عاصم یکی از بازرگانان کشور آماج انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت. داخل دکان جریان کار بودیم که یک دم صدا برآمد، موتر یک مقامات هدف قرار داده بود که چند لحظه بعد برآمدیم که 3 نفر زخمی برداشتن از جه. افزایش رویدادهای ضد امنیت در پایتخت آرامش روحی شهروندان را گرفته است و ظاهرا زندگی در شهر در حدود 6 میلیونی کابل را سختتر و تنگتر ساخته است. خالد نیکزاد، طلوع نیوز، کابل.